سلام آقای بنصر، به رادیو عصر جدید خوش آمدید. از سوی هموطنان سوالاتی رسیده که عیناً برای شما می‌خوانم. ایران به یکی از سه کانون شیوع ویروس کرونا تبدیل شده و ما شاهد پنهانکاری، برخورد امنیتی و نیز خرافه پراکنی از سوی رژیم و عواملش هستیم. ارزیابی شما از این بحران چیست و چه پیشنهادی برای غلبه بر آن دارید؟ حکومت و مردم هر کدام چه میزانی می توانند برای غلبه بر این ویروس عمل کنند؟ این روزها امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوانی که پس از اعتراضات آبان ماه بازداشت شده بودند، توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند و سه دانشجوی دیگر، علی حقیقت جوان، امیر حسین علی بخشی و ضیاء نبوی، اخیراً توسط ماموران بازداشت شدند. سلامتی کل زندانیان به خاطر اشاعه ویروس کرونا در خطر است. به نظر شما علت تشدید سرکوب ها چیست؟ سلام به شما هموطنان عزیزم. عرض کنم که اول یک بدآموزی. در وطن ما اگر سیل جاری بشود، اگر زلزله بیاید، اگر خشکسالی بشود و حالا هم که ویروس تشریف آورده، توجیهی که این رژیم و دستگاه تبلیغاتی رژیم که در واقع ملاتاریا بگوییم به اصطلاح خودشون این است که چون شما مردم ایران مرتکب گناه ها شده اید، خداوند شما را با سیل، با زلزله، حالا با ویروس مجازات می کند. دروغه. حقیقت آموزش واقعی جز این است. اما اون حقیقت با این استبداد و با این بیکفایتی خانایی ندارد. اون حقیقت کدومه؟ اون حقیقتی که دین به مثابه بیان استقلال و آزادی می آموزد این است. به شما مردم اگر دانش خود را به کار ببرید، اگر بدانید که این زمین و آسمان ها در تسخیر انسان است و پیش از وقوع سیل بند ایجاد کنید، وقتی بنا می سازید فکر زلزله هم باشید، البته گرفتار نمی شوید. اما اگر پیشگیری نکنید، لاغیب بمانید و به عکس به ترتیب زندگی کنید که سیل، زلزله و و و بیشترین ویرانی را به بار بیاورد، البته این ویرانی بیشترین ویرانی به بار می آید. این قانون طبیعت. بیماری واگیر و غیر واگیر برای این نیست که آدم بگه بیماری آمد تسلیمش بشم. نه، برای این است که اولا پیشگیری کنی، ثانیاً اگر به رغم پیشگیری مبتلا شدی بر او غلبه کن. اون آموزش واقعی این است. این آموزش از خود بیگانه شده در این خرافه و دروغی که کارگزاران این رژیم و ماموران به اصطلاح روحانی این رژیم در میان شما مردم می پراکنند. یک آموزش غلط، یک دروغ دیگر که باز اینها می سازند و در این روزها خودم مرتب می دیدم و می خواندم و می شنیدم این است که می گوید ما حرم حضرت معصومه رو تعطیل نمی کنیم. اصلا این ذریح ضد میکروب و ضد ویروس است. آقا دین برای این است که انسان سالم زندگی کنه، به حقوقش عمل بکنه و زندگی در تندرستی، در پیشرفت، در بهروزی داشته باشد. خداوند برای انسان گشادگی خواسته است، وسعت و تنگ دستی نخواسته است. صریح قرآن است. خب حالا اگر مردمی آمدند و مبتلا شدند، آقای متولی این رو به حساب شما میگذارند که شما اینطور گفتید؟ نه، به حساب دین میگذارند. پس شما دارید برای اینکه دکان شما تعطیل نشود، اونم چند روزی، از دین مایه میگذاری. چون اون که خداوند است میگوید من به اسباب عمل میکنم. خب این بندگان خدا که
در گور خفته اند، اینها بیش از خدا عمل می کنند، اسباب رو لازم ندارند. خب نه، از خودتون بپرسید. بنابراین تحت این عنوان که مسجد، که زیارتگاه، اینها مسئول هستند از آلوده شدن به ویروس، خود رو به مهلکه نیندازید. اگر انداختید به پای دین ننویسید، به پای خرافه پرستی خودتون بنویسید. پس شما مردم ایران اگر این دو غلط رو در ذهن خودتون تصحیح بکنید، به خود و توانایه های خود بها بدهید، در این مورد هم بنا رو بر پیشگیری میگذارید. بر اینکه چگونه شما پیشگیری میتوانید بکنید، من پزشک نیستم، اما این را میدانم که پزشکان شرافتمند و وظیفه شناس ایران برای شما به طور مداوم توضیح میدهند چگونه و به چه روش هایی شما میتوانید پیشگیری کنید. خب حالا بیان ببینیم که این ویروسی که پدید آمده و حالا در جهان رو میگیرد، این قابل پیشگیری بوده؟ قطعا بوده. در محلی که این از اونجا جاهای دیگر سرایت کرده، این حکومت چین در آغاز بهای لازم رو نداده، شروع پیدا کرده. این بار در مقام مبارزه با بیماری نه، جدی عمل کرده. خب ولی مانع از این نشده که این شروع پیدا کنه، رفت آمدها و و و سبب شده که شروع پیدا کرد. خب کشورهای دیگری اقدام کردن برای اینکه این به که اونها حتی مقدور وارد نشود. از اونهایی که کمتر از همه در این مورد عمل کرده اند، یکی این رژیم ایران است. دشمن کردن و اینکه این توطئه است و این خرافه گرایی و خرافه پرستی ذهن این مقامات این رژیم را هم پر کرده، از بس که ساختن و گفتن خودشون باورشون شده. پس به موقع عمل نکردن، پیشگیری های لازم رو به عمل نیاوردن. خب بعد در مقام مبارزه برآمدن، تازه بعد از اینکه از شما مردم ترسیدن، خوب توجه کنید ها، و در نه اینا از رو اینکه بیماری داره شایع می شود مجبور شدن این نمازهای جمعه رو تعطیل کنند، نه، ترسیدند از عصیان شما مردم، ترسیدند حالا تعطیل کردند. خب اسباب درمان و این آزمایش اینا رو فراهم کردن قبل پیشا پیش. خیر، تازه ما میخوانیم که چین یک دفعه گفتن 4000، یه حالا میگن 20000 این وسیله آزمایش به ایران داده که با اون آزمایش کنن ببینن کسی مبتلا شده یا نشده. خب در بیمارستان ها این محله های معینی رو اختصاص دادن، میگوین دادیم، اما در واقع ما میبینیم که در هیئت وزیران خانم ابتکار در فاصله کمی با آقای روحانی میگه 5 متر فاصله داشته، حالا کمتر بیشتر خدا میدونه، به هر حال ایشون مبتلا شده. خب پس در واقع این رژیم عمل نکرده. چرا؟ غیر از اینکه خب این از لحاظ اقتصادی وابسته است به چین و اینکه باید مرتب این نمیتونه رفت آمدها رو قطع کنه و و و، یه عیب عمومی ما هموطنان ما ایرانی ها داریم، اون این است که کاری که باید در آغاز بکنیم این رو نمی کنیم الا در و آخرین فرصت، وقتی که کار از کار گذاشته. خب این حکومت ما هم این عیب را بیشتر هم داره، چون گرفتار استبداده. یه آخر سر زور علیه السلام وارد عمل میکنیم و قضیه رو غلبه میکنیم. این ویروس از زور شما آقای خامنه‌ای نمیترسن، شمایی که میترسی. خب حالا پس اول امری که مردم ایران خود میتوانند بدان بپردازند این است که کار رو به آخرین فرصت نگذارند، از آغاز همکنون عمل کنم. یعنی همه اون توصیه ها
رهنموده های پزشکان رو عمل کنن. اگر اولین علائم رو دیدن صبر نکنن ببینیم آیا این همونه یا نه، خب برو آقا خانم برو به بیمارستان یا جایی که باید به اصطلاح آزمایش کنن آزمایش بده ببین همونه یا خیر. پس یکی از مهمترین کار این است که این فرصت رو غنیمت بشماری برای درمان یکی از کهنه‌ترین ابتلاهای ما ایرانی ها و اون با گذاشتن کار به آخرین فرصته. تمرین بکنیم در اولین فرصت عمل کنیم. دو، وقتی یک ابتلای عمومی پدید می آید همکاری در سطح جامعه مدنی در سطح جمهور مردم هم می باید فرصتی باشه برای همکاری. خب جوانهای ما درس خونده، جوانهای درس خونده ما خصوصا اینها می توانند در محلهای زندگی خود نقش مهمی ایفا کنند از راه تدارک اسباب پیشگیری، از راه رساندن مبتلا به بیمارستان، از راه تهیه بودجه با کمک مردم محل خودشون برای تهیه ماسکایی میزنن برای جلوگیری از ابتلا یا برای هزینه های دوا و درمان و رساندن به پزشکین ها. این کارها رو ما خود در جوانی تجربه کردیم، در مورد سیل ما عمل کردیم، در موارد دیگری جوانهای امروز هم میتوانند این امور رو تصدی کنن. باز ما ایرانی ها هموطنان من تشریفات رو عرض کنم به شما، این که وقتی به هم میرسید آدابدانی و اینها رو هم مبالغه میکنیم، در موارد عادی هم مبالغه میکنیم. خب حالا موارد عادی نیست، موارد عادی نیست و میتوانیم به اون چه پزشکان میگویند رو رویه بکنیم، از اینکه با هم دست ندادن، از اینکه با هم رو بوسی نکردن و از اون مجموعه رفتارهایی که به ویروس امکان میدهد از یکی به دیگری منتقل بشود. و بالاخره شما مردم ایران میتوانید هم در وطن خودتون، هم در منطقه، هم در جهان، این بار و هر بار دیگه، اینکه آدمی بگذارد بیماری او رو از پا در بیاورد و بگن من ملت مظلوم ایران، نه، این رو رها کنید، بگذارید پیروز بشوید، شما بگوین ملت پیروز ایران، ملتی که توانست با دست خالی و کمی امکانات با وجود تحریم ها این بیماری رو درمان میکنه. اون پزشکا هم شما میگوین این بیماری علل اصل ضعیف کشه، آدم های ضعیف رو اگر ویروس به اونها برسد کلکشون رو میکنه، پس اونها رو میباید تحت مراقبت های بیشتری قرار بدید. اینا که عرض میکنم اون مقدار که سفارش پزشکان است که گفتم از من ساخته نیست به شما عرض کنم، اونها به شما گفتند و خوب هم گفتن. اونهایی که من به شما عرض می کنم یک تغییر رویه های اساسی در زندگی است که این هم در این مورد به کار شما میاد، هم همیشه به کار شما میاد. خوب توجه بکنید، این فرصت رو مغتنم بشمارید برای خلاصی از چند عیب ملی که من برای شما شمردم. یک رابطه جدیدی با خود برقرار کنید که کار رو به موقع انجام دادن است. یک رابطه جدیدی با طرز فکر خود برقرار کنید، این حقوق رو وارد کنید در طرز فکر خود، به این حقوق که دارید عمل کنید، این به شما امکان میدهد با توانایی با این بیماری رویاروی کنید. اون آداب و سننی که روابط قوا رو یادآور میشود، از قد بالا و پایینی که قدرت فرموده است و در ایران ما رواج یافته، اونها را هم رها کنید و بالاخره دروغ رو رها کنید.
دروغ چیه؟ دروغ اینه که آدمی به خودش راست نده، نه چیزی نیست، نه خودش خوب میشه، یا بیماریش رو پنهان کند. خب این ویروس شما پنهان کردید، ویروس که خودش پنهان نمی کنه که، او منتشر می شود، دیگران رو مبتلا می کنه و شما هم وقتی به خود می رایی که کار از کار گذاشته. این کارش که شما مردم ایران می توانید بکنید و این فرصت رو اگر محترم شمردید، هم تلفات این بیماری به حد اقل می رسد، هم شما وجدان همگانی جدیدی پیدا می کنید، طرز فکر جدیدی پیدا می کنید، رفتارهای نو پیدا می کنید، آماده زندگی جدید می شود. این رژیمی که بر شما حاکم است، اگر اون دروغ را می گوید که هر بلا که می آید چون شما گناه کردید این بلا سر شما آمده، برای اینکه شما را ضعیف و زبون می خواهد. یک ملت توانا و توانمند رو تحمل نمی کنه، برای اینکه می دونه این ملت توانا و توانمند استبداد رو بی‌محل می کنه. خب حالا اینکه این رژیم چه می توانسته بکنه و نکرده، اولش این که خب دروغ نمی آید می گفته، پنهان نمی باید می کرده، دروغ پنهان کرده و دروغ هم گفته، حالا هم نمی باید پنهان کند و حقیقت رو بگوید تا هر ایرانی بدانه که در معرض خطر هست نیست. اینا خود در جاهای دیگر دنیا شما نگاه کنید چگونه عمل می کنن. در خود همون چین که گرفتار این بیماری شده بود، از اونجا به جاهای دیگر دنیا رفته، ببینید چگونه عمل میکنه. ولی این رژیم محکوم به بی‌کفایتی است، غیر ممکنه که این بتوانه کاری بکنه، چنان که در ابتلاهای دیگه ای آیا کاری ازش ساخته شد؟ شما مردم غرب ایران که گرفتار زلزله شدید، این رژیم این همه گفت میسازد و میسازد و میسازد و میسازد ساخت؟ شما مردمی که در شرق کشور گرفتار سیل شدید، این رژیم آمد به داد شما رسید؟ اون درد ریزگردها توانایی کاری داشت؟ نه، این در کار بودجه خودش مونده، این در درون خود نمیتونه هماهنگی ایجاد کنه، گسسته، بند از بندش گسسته. اون کاری که یک آدم های مسئول میتوانند بکنند، این آدم هایی که اندک وجدانی داشته باشند به حقوندی خود و حقوندی هموطنان خود، اونها و در این رژیم باشند، اونها میان به شما حقیقت میگن، میگن آقا این رژیم زمین ساز این است که هر گونه ابتلایی تشریف بیاره ایران، بعدم که آمد ناتوان از اداره. پس من اینکه این رژیم چه میتواند بکند، عزیز من اگر توانا بود به کاری که خب میکرد احتیاجی نداشت، من میگم آقا این کار میتونی بکنی، اون کار میتونی بکنی، این توانا به کاری نیست. کاری که میتواند این بکنه دفع شره، اونم که اینها این توانایی رو ندارن که بیان بگن بابا ما حق شما مردم ایران رو غصب کردیم، 40 سال به شما زور گفتیم، حالا که نه این کار نمیکنه چی؟ بر اثر این تحریم گسترده انتخابات که در حوزه وجدان ملی انجام گرفته و حالا جهان می داند که این رژیم نامشروع غیر قانونی از کودتای خرداد 60 غیر قانونی است و رژیمی نیست که بتواند بر این کشور ادامه حیات بدهد، در این کشور حال شده محکوم به اعدام می کند سه جوان رو. به چه جور؟ به شما آمدید اعتراض کردید که آقا چرا جنایت میکنی بعدم پنهان میکنی؟ آقا یک ملتی حیثیت میخواد در دنیا، شما آمدید چش در چشم دنیا دروغ میگی، میگی هواپیما رو نقص فنی داشته سقوط کرده، بعد هم که مجبور میشی به اعتراف، تا امروز هم حاضر نیستی اون جعبه سیاه رو در اختیار بگذاری ببینیم خب این چجوری، این جنایت سرکار چگونه انجام گرفته. خب حالا یک ملتی از غرور خود، از حیثیت خود، از حقوق خود اگر خواست دفاع بکند، مجازاتش اعدامه، پاداشش اعدامه.
این که شما ملتی گفته از آقا شما را نمیخواهد، دیگه واضحتر روشنتر از این انتخابات و قلابی شما که نمیشود. گفته آقا شما را نمیخواهم. شما برای به جای این که درس عبرت بگیری، نه خیر، بنابر رویه استبدادهای از نوع خود انعطاف ناپذیرتر شدی، سرکوبگر شدی، سرکوبگرتر شدی. در درون دانشجو و هر کسی که فکر کنی این میتونه بگه که نه، بیاد بیرون بگه چه خبر، میگیری. در بیرون با اونهایی که در بیرون هم تهدید نامه می نویسی و میفرستی. حالا بعد از این 40 سال ما همه نمیشناسیم آقای خامنه ای. آتش به اختیارات رو برانگیختی و تهدید و از تهدید شما قرار بود ما بترسیم که نمیباید به مقاومت میستادیم. اگر بنا نمیشد ما به مقاومت بیستیم، انصافا اصلا شما نوبت به شما میرسید که رهبر این جمهوری اسلامی بشوید. شما محصول یک استبدادی کودتا هستید. خود شما هم از آلت فعلهای کودتاگر بزرگ خودتون بودید، بیش از این نیستید. 40 ساله با کشتن، جنایت، فساد، خیانت حکومت میکنید. حالا این ملت به شما میگوید نه. البته در واقع شما از انتخابات مجلس ریاست جمهوری اول که حدود 4% رأی داشت نامزد شما، تا امروز همون اقلیتی هستید که هستید. الا اینکه اگر شما تشریفتون رو ببرید یک دولت حقوق مداری جای شما بنشیند و قرار بشود یک انتخابات آزاد انجام بگیره، شما اون 4% هم نیستید. نیستید، میدونید که نیستید. پس فکر میکنید که نکنه شل کنید و حالا که دنیا هم میدونن که شما در درون تنهایید و منزوی و مردم بریزن رو بیرون و اون کاری که نباید بشود بشود، یعنی رژیم شما سرنگون بشود. پس رو آوردید به سرکوب. این سرکوب تنها محکوم به اعدام کردن، اونم توسط دستگاه قضایی که یک جنایتکار تاریخی رئیس او کرده اید نیست. همین فهرست قلابی که ترتیب دادید برای نمایندگان، مجلسی از سپاه تحویل سپاه پاسدار دادن، یعنی من تنهام، یعنی من جز سرکوب هیچ نیستم. خب از خود بپرس آقای خامنه ای، اون رژیم هایی که به این مرحله رسیدن چه اندازه دوام آوردن؟ شما هم همونقدر دوام میاری و شما مردم ایران از جوانان خود، از اونهایی که جرأت میکنند و به میدان در میروند و میگویند این ملت زنده است، حمایت کنید. اون تحریم رو ادامه بدید، عرصه رو بر این رژیم تنگ کنید، قلم روی عمل او رو جمع کنید، همون کار که در انقلاب ایران کردید، و سرانجام خود رو از شر این رژیم بیاسایید. گوش به این کسانی که در اون انقلاب هیچ نقشی نداشتند و حالا خود رو نماینده شما کردند و بابت اون انقلاب پوزش میخواهند مدهید. اینان نمیدانند انقلاب چیست، چون اگر میدانستند این را هم میدانستند که با سازی استبداد کار ضد انقلاب است، کار مثلث زورپرست است، کار قدرت‌های حامی این مثلث زورپرست است. اینها بودند که کودتا کردند، اینها بودند که گروگانگیری راه انداختند، اینها بودند که قوای صدام را به ایران آوردند، اینها بودند که ایران را در 8 سال جنگ نگه داشتند، اینها بودند که از 3 سو مردم ایران رو کشتار کردند. خیال نکنید این دو رأس دیگر مثلث در اعدام ها و جنایتکارانه رژیم حاکم بی تقصیر بودند. خیر، شرکت داشتند. و امروز این امکان فراهم شده است که ملت از این مثلث بیاساید اگر اراده کند. و من امیدوارم که این
انتخابات و تحریمی که شما کردید گویای عزم ملی است و این عزم استوار میماند تا بازیافت استقلال و آزادی جامعه از شهروندان حقوند و دولتی حقوق مدار. شاد و پیروز باشید.